دوستان خوبم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که این کلاس رو با هم دیگه ادامه میدیم. ببینید بچه، یه سری نکته هستش که من باید براتون توضیح بدم راجع به این کلاسامون، چون که سوال پرسیده شده که چرا انقدر مباحث جسته گریخته است. بچه ها، ما که نمیخوایم به یک نفر تدریس بکنیم که از صفر اونو همینجوری پله پله بیاریم بالا. کلاس ما یک کلاس پویا برای همه افراده. ها یعنی چی؟ یعنی من اول کلاس میگم که دارم راجع به چی درس میدم، اون فرد متوجه میشه که در ادام، مثلا فرض کن که دارم یه مبتدی میخواد کلاس منو دنبال کنه از صفر، خب جلسه یک من که صفر بود، دو من مثلا فلان بود، بیسار بود، الان رسیدیم جلسه 14 هم امروز. خب من میخوام راجع به مثلا فلان چیز درس بدم، اگر که ببینه پیوستگی به مطالب مورد نظر خودش داره که من توضیح میدم دیگه ابتدای جلسه، ایشون کلاس به دردش میخوره. اگه نه، این کلاس به درد ایشون نمیخوره، به درد یه فرد دیگه میخوره. من در اول هر جلسه توضیح میدم که مثلا این جلسه راجبه تپینگ، این جلسه راجبه سویپ، این جلسه راجبه سپید پیکینگ، این جلسه راجبه فلان. خب به این خاطر پیوستگی نداره که همه بتونن استفاده کنن. من اگه فقط بشنم یک دو سه چهار پله پله بکنم، فقط افراد 0 کیلومتر به درشون میخوره، افراد مثلا حرفه‌ای تر به کارشون نمیاد، باید همینجوری بشینن منتظر تا جلسه 100 به اونا برسه. من جلسه 1 درس میدم، جلسه 40 درس میدم، 100 درس میدم، دوباره 2 میگم، 30 میگم، 70 میگم، مثال میگم، جلسات مختلفو تدریس میکنم که افراد مختلف بسته به نیازشون از اون کلاس استفاده بکنن. این کلیت کلاس ماست. این پس به این خاطر شاید به نظر شما یکم جسته گریخته بیاد، به این خاطر که من میخوام همه استفاده بکنن، ولی اول هر جلسه میگم که این جلسه راجع به چی میخوام درس دادم که اون فرد مورد نظر ببینه این کلاس به کارش میاد یا نه. این یک. دو، کلی ما کامنت داریم راجع به اجزای گیتار، کوک کردن فلوید روز و خیلی موارد مرتبط با گیتار. کلی کامنت داریم راجع به مسائل صدا سازی از من خواسته شده. ما همه اینا رو داریم بچه‌ها، ولی خب من هفته‌ای میتونم براتون دیگه، میبینین ماکسیموم یه روز در میون کلاس بذارم که اینم برام خیلی وقت میگیره. حالا شما ظاهرشو دارین میبینین که یه فیلم آماده شده میبینین، این فیلم برداریش نور پردازی داره، مثلا برخی فیلم‌ها رو میبینین نورشون به اندازه کافی خوب نیست، چون من اون نور رو نمیتونم چیدمان کنم. نوری که الان دارین میبینین ترکیبی از نور آفتاب و نوری که خودم خریدم که نور مصنوعی بده. نور پردازی رو 100 بار باید خب هی چک کنم، برم پشت دوربین دوباره مثلا نمونه بگیرم، بیام برم، بیام برم، هی نمونه بگیرم بندازم تو لپتاپ ببینم خوب شد، بد شد، دوباره این فقط شد نور پردازی. صدا برداریش هی باید تو ساوند کارت ریکورد کنم ببینم خوبه بده فلان، و بعد فیلم برداری هی کادر بندی کنم و اینا. الان نمیگم کار مثلا سنگینیه، ولی زمان بره. حالا فیلم آماده شد، تدوین، اینا باید تدوین شن دیگه. تازه من دارم خیلی تدوین اولیه میکنم، اون انتظاری که شما دارین. برخی برام مینویسن که آقا تبل چراشو بنویس. خب تبل چراشو من راحت میتونم بنویسم، ولی راحت نمیتونم بندازم رو ویدیو. نگیم شدنیه ها، زمان بره بچه. خب منم دیگه به هر حال یه محدودیت زمانی دارم، محدوده ای رو میتونم تایم بذارم. هفته 3 جلسه میتونم من در واقع براتون وقت بذارم. پس من سوالات شما رو میبینم، سوالات شما رو میبینم و همه رو پاسخ میدم، برای همشون ویدیو درست میکنم. بعد فقط یکم صبر بکنین، چون مطلب بسیار زیاده. تدریس هست، صدا برداری های مختلف هست، من براتون ساوند چک های مختلف از آمپلیفایر ها میکنم، از مولتی افکت ها میکنم، از اپلیکیشن ها میکنم که مقایسه کنید ببینید، همه کار براتون میکنم. فقط بعد یکم صبر کنین، چون من هفته 3 تا بیشتر واقعا نمیرسم. همینی هم که الان دارین میبینین، من الان بچه‌ها ساعت 12 ظهر و من از ساعت 1 تا 9:30 شب هم شاگرد دارم. یعنی من این کلاس‌ها رو که دارم اینجوری حرف میزنم یه ساعت هم طول میکشه این فیلم برداری یا دیگه تموم بشه، من به همون سریعا شاگردام حضوری ها میان تا 9:30 شب، دیگه واقعا جونی نمیمونه. به هر حال که من امیدوارم فقط بچه ها ماکسیموم بهره رو ببرید. اگر که این نباشه، خب زحمات واقعا کم راندمان میشه و خب هدر میره این همه وقتی که گذاشته شده. من فقط دوست دارم که شما نهایت استفاده رو ببرید، که من یه سال از این کلاسامون گذشت بگم
دمم گرم. مثلا 100 نفر تو ایران تونستن از کلاسای من به طور مثال دو نفر هستن، یه نفر تونستن بهره بگیرن و گیتاریست خوبی بشن، چون من دارم با جزئیات تمام تدریس میکنم. با این اوصاف، با همه این اوصاف، کلاس امروز ما تعلق داره به مبحث تپینگ. بنابراین هر کی که مناسب خودش میبینه میتونه این کلاس رو دنبال بکنه. خب تپینگ چیه؟ تپینگ خیلی راحته. اوکی. همه چیز بچه ها خیلی راحته، همه چیز آروم زدنش خیلی راحته. من تکنیک رو به شما تدریس میکنم، شما آرومش رو به راحتی میتونید بزنین، چون تمام جزئیاتش رو به شما میگم. این که دیگه تند چجوری میشه، با مترونوم همه چیز تند میشه. همه چیز اگر که سر موقعش مترونوم تند بشه آسون خواهد بود. به طور مثال تپینگ یا سویپ یا هر چیزی، شما امروز با تمپوی بسیار پایین 60 مسلطین، فردا 5 تا میبریم بالاتر، حالا 65 مسلطین، پس فردا 5 تا، حالا 70، به همین ترتیب تا 6 ماه دیگه همه اینا رو تون میزنید. پس نگران تون زدن نباشین، که تون زدن آروم آروم با مترونوم میسر میشه. مهم اجرای صحیح تکنیکه. اگه شما اجرای صحیح تکنیک رو خوب انجام ندین، تندش هم خوب انجام نمیدین، تندش هم کثیفه. این از این. خب با همه این اوصاف ما ادامه میدیم کار رو با تکنیک تپینگ. بسیار آسونه، یه مثال میزنم. آقا تپینگ یعنی این دست، تپینگ یعنی این دست. هرگاه اینو کوبیدم توی دسته گیتار یعنی دارم تپینگ میزنم. به همین آسونی. مثال، میخوام تو سیم یک فرت چه میدونم 17 رو تپینگ کنم. آه تمام شد، ما الان سلطان تپینگ دنیاییم. حالا میخندین ولی واقعا شدیم. همین، یه بار دیگه تموم شد. همین. حالا همین چه نکاتی داره؟ شما فقط کافیه تق بکوبین روی اون سیم رو دسته، تموم شد. نکات چیه؟ خیلی باید عمود و مرتب بکوبین، یه وقت به سیم بالایی نخوره نویز بده. وقتی کوبیدین برداشتین نویز سیم بالایی نیاد. وقتی دارین میکوبین دستتون نخوره به همه سیما نویز بیاد. در واقع بچه ها خود تپینگ هیچ نکته ای نداره. آه، کوبیدن انگوش رو فرته، رو سیم مورد نظر، رو فرت مورد نظره. تمیزکاریشه که مهمه. خودش کنه، گوش کنین، خودش که کاری نداره، ولی این چقدر کثیف بود. تمیزکاریشه که کار داره. راجب تمیزکاریش باید دقت بفرمایید، کاملا عمود بکوبین، نه اینکه تاچ کنین. این تاچ، صدا اومد؟ نه. صدایه؟ نه. حالا میکوبم، صدا اومد. حالا اینکه میکوبین، اگه از فاصله زیاد بکوبین احتمال خطا هست دیگه، نشونه گیریه دیگه، احتمال خطا هست، پس از فاصله زیاد نمیکوبیم. از فاصله خیلی کم بکوبیم، ممکنه که قدرت کافی نداشته باشه، صداش در نیاد. یه تنظیماتی داره این فاصله که مثلا هر یکی 2 سانتی بکوبیم در اومد. این از این. و تمیز بکوبیم، این ور اون ور نخوره، چیزی به چیز نخوره. اسخای میکنم، کار تموم شده است. به همین سادگی، به همین سادگی. اما فقط که این نیست که، شما اینا رو احتمالا شنیدین، گوش کنین دیگه. اینا اسمشون تپینگ نیست. الان من داشتم همران و پولاف انجام میدادم، ترکیبی از تپینگ و همران و پولاف. پس من به شما تپینگ رو یاد دادم بر روی یک سیم، فقط بکوب. اما تمریناتی خواهم داد که ترکیباتی از تپینگ و همران و پولاف با همدیگه صداهای زیبایی رو ایجاد بکنن، و شما بتوانید ترکیباتی از تپینگ و همران پولافی بزنید که صدای زیبا و تمیز باشد. شروع خواهیم کرد. پس دیگه تپینگ که مشکل نداریم روی سیم، فعلا روی سیم هر جلسه من اینا رو ارتقا میدم. نه آقا، تپینگ. حالا تمرین یک از این قراره. انگشت شماره یکتون رو رو فرت 12 همیشه نگه میدارید. این از من از شما این تمرین رو خواهم خواست.
19 همش رو سیم یکی ما فعلا تپینگ یک سیم با هم کار میکنیم. فرت 19 سیم یک رو تپینگ میکنیم، فرت 15 سیم یک رو همران با انگشت سه میکنیم. همران و پول آف یعنی این دست، تپینگ یعنی این دست. همران با انگشت سه در فرت 15 سیم یک و بعد پول آف میکنیم به 12 سیم یک. ما دنبال این صداییم، گوش کنیم. تپینگ. خب ما میبایست بس دنبال این صدایی میگه، گوش کنیم. که احتمالا زیاد شنیدین دیگه این تیپ صدا رو. نکات چیه؟ نکته اول تپینگ رو میزنم، عالی. حالا میخوام این همران انگوش سه رو بزنم، همزمان که میخوام اینو بکوبم همون لحظه که میخوام اینو بکوبم باید این تپینگر رو بلند کنم، یعنی میشنوین لنگ لنگ همزمان. و لحظه که میخوام این یارو همرانه رو بکوبم این تپینگر رو سعی میکنم مثل پولاف یکم بکشم پایین، یعنی که صدای بلندتری بده، صرفا بلند نکنم، بلندم رو به این سمت بکنم دست تپینگم رو. میشه دوباره فعلا به پولاف انگشت یک فرت 12 نرسیدیم، ما همش دارم میگم تپینگ همران، تپینگ همران، تپینگ همران، تپینگ همران، گوش کنین. تپینگ همران، دوباره تپینگ همران. یه میلیون بار باید اینو انجام بدین تا ترکیب تپینگ و همرانتون مسلط، سینک، بی خطا، دقیق و بی نویز باشه. حالا این دوتا رو زدیم، نوبت به نوت سوم میرسه که پولاف به 12. گفتیم که این همیشه رو 12 میمونه تو این تمرین، پس میشه پولاف همران تپینگ پولاف. آروم تپینگ همران پولاف مجدد، تپینگ همران پولاف 100 مرتبه. 100 مرتبه که به این تمرین مسلط شدین، حالا ازتون میخوام که تپینگ رو حرکت بدین رو فرت 19 20 و 22 بره و برگرده، یعنی هر کدوم 4 مرتبه. 20 22، دوباره 20، تمرین شماره 1 تموم شد. تمرین شماره 2 برعکس تمرین شماره 1ه، یعنی 19 رو تپین میکنیم، انگشت 1 هم که ثابت رو 12 فعلا میمونه ثابت. این بار میخوام بزنیم 19 تپینگ پول آف به 12 و همران 15. قبلی بود 19 15 12، الان 19 12 15، جای 12 و 15 عوض شدن رو سیم 1. اوکی آقا، این تپینگ پول آف به 12 و بعد همران تموم شد، سنتش دادم. 1 2 3 دوباره 1 2 3 1 2 3. نوت سوم همران بود دیگه، نه برای تکرار دوباره باید تپینگ کنم، یعنی 1 2 3 دوباره 1 2 3، این باید همزمان با این برداشته شه، این گذاشته شه دیگه، نه 1 2 3. اگه این یه خورده زودتر بلندش کنیم چنین صدایی میشنویم، زود نباید بلند شه، همزمان، یعنی 1 2 3 1 2 3 1 همزمان 2 3. و باید دقت بفرمایید بچه‌ها که در تپینگی که می‌خوایم ولش کنیم که صدای این پولا فرا بده نویز نشنویم، در همرانی که می‌خوایم انگوش سه رو بکوبیم روش نویز نشنویم،
همش ما باید دنبال نویزگیری باشیم و اگر نه خود تپینگ گفتم نکته ای نداره. خب دو تمرین زدیم. تمرین شماره 3 ما 4 نوته شامل 19 تپینگ، پول آف به 12، 13 همر، از میخوام 15 همران و پول آف به 12. پس شد 1 2 3 4، 1 2. حالا انگشت تپینگ هم دوباره از 19 میره 20 22 20 و 19، هی تپینگ رو حرکت میدم. آره انگشت منو میخور درد میکنه. به هر حال آقا ما تپینگ رو با انگشت 1 بزنیم یا 2 یا 3، شما میبایست هم با انگشت 1تون از این ور، اگه بگیم این 1، هم با این وسطیه با جفتش باید مسلط باشین. چرا؟ چون برخی آهنگا ما لایه کار لایه پیکینگ تپی میکنیم این انگشت رو لازم داریم، برخی آهنگا هم از اول تا آخر تپینگ این انگشت رو لازم داریم. شما باید با این انگشت و این انگشت دیگه بالاخره باید ببخشید این انگشت سلطان تپین بشین، سلطان تپین بشین. خب اینم از شد این تمرین. تمرین بعدی ما چیه؟ تمرین بعدی ما میخوام هم تپینگ حرکت کنه، تا حالا داشت تپینگ حرکت میکرد اینا ثابت بودن دیگه، نه حالا میخوام هم اینا حرکت کنن هم اینا. تمرین ما از این قراره، میزنیم 15 تپینگ، این دفعه دیگه این انگشت چون این دست قراره که حرکت کنه این انگشت دیگه ثابت نیست. تمرین از این قراره 15 تپینگ، 12 همران، پول آف به 0، پول آف به 0 یعنی به سیم آزاد، حالا جفت دستا حرکت میکنن 14 10 0، 12 8 0، 11 7 0، 11 7 0. همونطور که داریم میبینیم من باید توی این حرکت افقی که میرم نویز ایجاد نشه، خیلی نویزگیری مهمه، یعنی 12 15 12 0، 14 10 0، 12 8 0، 11 7 0. با مترونوم آروم آروم تند میکنیدش هر 4 تمرین رو. خب بچه ها از شما پس از اتمام این 4 تمرین چه انتظاری میره؟ باید این انتظار رو تو منزل از خودتون داشته باشین و اگر که بهش غلبه کردین شما موفق شدین که کلاس من رو به خوبی ازش عبور کنید. شما باید خیلی صحیح عمود بی خطا تپین کنید، خیلی صحیح عمود بی خطا همران کنید و در پولافاتون که به سمت پایین میکشید سعی بکنین که صدای نویزی نشنویم و خطایی نشنویم. ترکیباتی از در واقع تمرینات ما، 4 تمرین ما ترکیباتی هستن از تپینگ، همران و پولاف رو سیم 1. نه ما سعی کردیم که در 3 تمرین اول دست تپینگمون رفت آمد کنه و در تمرین آخر همزمان که دست تپینگمون حرکت میکنه دست همران پولافمون هم حرکت بکنه، هر دو دست. ما باید بتونیم با حرکت هر دو دست در این تک جلسه نویزی رو نشنویم. یه جوری نشه که من دارم تپینگ میزنم از این صدا بشنویم. در هر حرکت باید دقت کنیم تو حرکت‌ها چیزی به چیزی برخورد نکنه. شما پس از اتمام این جلسه میبایست که بی نویز و بی خطا ترکیبات تپینگ، همران و پولاف رو به خوبی اجرا کنید. اگر که این کار رو بکنید شما موفق شدین اصول کار رو یاد بگیرید که من در جلسات بعد مرتبط با تپینگ این رو ارتقا خواهم داد. تپینگ های پیچیده‌تر، کارهای بی، ولی تا موقعی که اینا جا نیافتاده باشن ما نمیتونیم پیش بریم.
مرسی که گوش کردین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تمرین زیاد بکنین، تمرین با تمرکز بچه ها. 1 ساعت تمرین با تمرکز و با دقت و تأمل و نکته سنجی و ایرادیابی 1000 برابر ارزشش بیشتره و در تایم شما صرفه جویی میکنه نسبت به ساعتها فقط زدن. شما باید راجع به هر تک دقیقه‌ای که میزنید، هر تک نوتی که میزنید آنالیز داشته باشید. آیا درسته؟ آیا نکاتی که آقای صادقی گفت رعایت شد؟ آیا فلان شد؟ بیزار شد؟ اه خطا شد؟ خطا از کجا اومد؟ نویز اومد از کجا اومد؟ چجوری میتونم نویز گیری بکنم؟ با تمرکز اجرا بکنید، تمرین زیاد بکنید، مواظب خودتون باشین، برای من کامنت بذارین. من دوست دارم که بدونم کلاس چقدر براتون مفیده و امیدوارم که روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.